جنگ و افشاگری میان هنرمندان افغانستان چیز تازه نیست و در تازه ترین مورد مادر مجده جمالزاده درباره آریانا سعید و حسیب ساعد افشاگری کرده و گفته است که اسم واقعی آریانا شکیلا می باشد و حسیب در اختطاف مجده در کابل دست داشت. نام اصلیش سوماست، شکیلا و بالاخره نام هنری خود آریانا مانده. همچنین حسیب ساعد در جواب او درباره زندگی شخصی مجده جمالزاده افشاگری کرده و گفته است که مجده در فیلم برف سرخ زمانی که آن صحنه مثبت 18 را بازی کرد نامزدش الهیش داد. یک ویدیو یک جور کرده بودن و ویدیوشان یک رقمک البته در خود ویدیو با هنرمند یک زرگک نزدیک معلوم میشدن که از نامزد اول خود که اونا جدا شده بودن. همچنین مجده زمانی که در افغانستان بود اختطاف شد و آنها بر وی تجاوز گروهی کردند. بعد آن عاشق یک مرد افغان شد و او را به کانادا برد و بعد مدتی از او هم جدا شد و اکنون نیز با یک مرد غیر افغان هم بستر می باشد. همراهان چینل تاپ سیکرت در ادامه با ما همراه باشید تا جزئیات این افشاگری را با دقت برایتان به نمایش بگذاریم. سلام بیننده های عزیز، به چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. اتهام های وارد شده بر آریانا سعید و نامزدش حسیب ساعد از سوی خانم مجده جمالزاده و مادرش باعث خشم شدید آنان شده است. حسیب ساعد در ویدیویی که به صورت زنده از خودش منتشر کرده است از نسرین جمالزاده مادر مجده جمالزاده شاکی بوده و گفته که جدا شدن او از خانم سابقش بنابر هر دلایلی که بوده مربوط به زندگی شخصی خودش می شود. بسیار ناحق خود اجازه داده بودن که در مسائل شخصی یک کسی صحبت بکنن، مثلا در مسائل شخصی زندگی ما. آقای حسیب در ادامه از ازدواج مجدد خانم سابقش همچنان خبر داده و اظهار داشته زمانی که میان دو طرف دید به زندگی متفاوت باشد جدا شدن از همدیگرشان یک امر خیلی عادی است. دیگر من حیث همسر یکی دیگر دیده نمیتونن؟ یک چیز نرمال است که از هم دیگر جدا میشن. با این حال وی در مورد بانو مجده جمالزاده میگوید که در ابتدا او با بازی کردن در صحنه ای از فیلم که با مرد هنرپیشه نقش بسیار نزدیک داشته سبب شده است تا نامزدش از دیدن آن صحنه ها رابطه نامزدیش را با خانم مجده جمالزاده برهم بزند و او همچنان می افزاید به بار دوم نیز خانم مجده با مردی که احتمال مالاً متأهل و صاحب فرزند هم بوده در افغانستان ازدواج کرده و سپس به کانادا رفته است. مجده جان جمالزاده با یک مردی که زن داره اولاد داره با او ازدواج میکنه. با گفته حسیب ساعد خانم مجده سپس از آن مرد هم در کانادا جدا شده است. حسیب ساعد خطاب به مادر مجده جمالزاده میگوید که نباید چنین حرفهای نامناسب و سبک را مردم از شما بشنوند و انتظار میرود که خانم با این سن و سال حرفهای بزند که مخاطبان چیزی از حرفهایش بیاموزد. جای خجالت است، من فکر میکنم. خودت کلان زن هستی، کسی هستی که امروز صحبتهای خودت باید یک مثال خوب بر دیگر کسا باشه. خانم نسرین جمالزاده همچنان راجع به اسم آریانا سعید بیان داشته است که آریانا سعید اسم اصلی نامزد حسیب ساید نیست. نام اصلیش سوماز، شکیلا و بالاخره نام هنری خود آریانا مانده. در همین حال حسیب ساعد با رد این موضوع میگوید نام اصلی آریانا سعید سوما یا شکیلا نیست. او میگوید آریانا یک همین اسم را دارد که حتی در پاسپورتش نیز درج شده است. مجده جمالزاده هنرمند موفق سابقه دار و نام آشنای افغانستان است و از شهرت هنری خوبی در میان هنرمندان افغانستان برخوردار است. مجده جمالزاده اولین آوازخوان افغان بود که در حضور باراک اوباما
رئیس جمهور وقت آمریکا ترانه افغانی اجرا کرد و آغاز بود برای ستاره شدن و مشهور شدن وی. سبک فعالیت مژده در آوازخوانی پاپ رقص است که از سال 2007 تا کنون فعالیت‌های زیادی داشته است. مژده 5 سال داشت که مجبور به ترک زادگاهش کابل شد. سرنوشت پایش را به آن سوی دنیا کشاند و کشور کانادا که بلافاصله او را به آغوش گرفت آموزش داد و گذاشت خودش باشد. حالا برغم آن که عاشق موسیقی نیست، مایکروفون را بر می دارد و آواز می خواند تا به گفته خودش سکوت اکثریت را بشکند در بدترین کشور برای زنان. او پس از یک دهه آوازخوانی حالا به دنیای سینما قدم گذاشته است و اولین فیلمی که در آن نقش ایفا کرده رید اسنو یا برف سرخ نام دارد که بوسیدن هنرپیشه همین فیلم باعث شد نامزدش او را ترک کند. مژده نقش خاطره را در فیلم کانادایی برف سرخ بازی می کند. این آوازخوان بازیگری خود در این فیلم را یکی از تجارب نادر زندگیش می خواند. چون هنر هدف مژده جمالزاده نیست، از او پرسیدن در آینده می خواهد چی شوید؟ او بدون وقفه پاسخ داد در دنیای سیاست قدم خواهم گذاشت، شاید در صنایع کانادا. مژده تحصیلاتش را در رشته فلسفه و علوم سیاسی در یکی از مراکز آموزشی عالی کانادا به پایان رسانده است. او میگوید فلسفه نحوه دیدگاهش به زندگی را متحول کرده است. مژده جمالزاده درباره ازدواجش در هر مصاحبه‌ای که داشته است گفته من این سوال را هیچ وقت جواب نخواهم داد، چون اگر یک نفر دوست من باشد اما 1000 نفر دشمن من است و به این دلیل این سوال بی جواب خواهد ماند. وی افزود که از نگاه من شوهر باید یک حامی باشد، چون من آوازخوان هستم و هر روز به یک مکان متفاوت برای کنسرت می روم و شوهرم باید روشن فکر باشد و مرا درک کند. مژده گفت نمی خواهد یکی از آن زنان که مثل عموم مردم و زنان فقط بچه به دنیا می آورد و خانه‌داری می کند باشد و ادامه داد که برای زنان افغان انتظارات اجتماعی طوری تعریف شده که در یک سن تعیین شده ازدواج کنند، بچه دار شوند، همسر و مادر خوبی باشند و کار خانه را انجام بدهند و بس. اما تحقیقات و معلوماتی که در مورد ازدواج او به دست چینل تاپ سیکرت رسیده این است، مژده همانطور که گفته به صورت رسمی ازدواج نکرده، اما با یک شخصی که افغان هم نیست و عاشق هم هستند زندگی میکنند. احتمالاً این شخص یکی از بازیگران سینما باشد. مژده در خاطرات تلخش از افغانستان میگوید افراد قدرتمندی با من تماس میگرفتند. آنها تصور نادرستی از زنانی که از غرب میآیند و آواز میخوانند در سر داشتند. آنها فکر میکردند که میشود از این چنین زنان سوء استفاده جنسی کرد. مژده با بیان اینکه چون از حمایت سفارت کانادا برخوردار بود در شرایط آسیب پذیری قرار نداشت و در چند مورد پیش آمده هم توانست از خود دفاع کند و او افزود برای زنانی که از چنین امکانات برخوردار نباشند کار کردن در چنین محیط و وضعیت خیلی دشوار است. مژده در کابل بود که شایعه قتلش پخش شد. سپس به گفته او سفارت کانادا از او خواست تا افغانستان را برای مدت ترک کند. اما حقیقت این موضوع از زبان افغانها این است. مژده جمالزاده آوازخوان افغانی که توسط احسان الله بیاد و تلویزیون آرینا به کابل آورده شد و بعداً جذب تلویزیون طلوع گردید و مدت هم بخش تبلیغات عزیزی بانگ را بر عهده داشت، در کابل اختطاف گردید. این خبر از رسانه ها مخفی نگه داشته شد. پس از آن که پلیس از یافتن وی ناامید گردید، مسئولان تلویزیون طلوع و عزیزی بانک در صدد برآمدند تا با پرداخت پول وی را از چنگال اختطافچیان نجات دهند.
هرچند گزارش تایید نشده وجود داشت که وی توسط اختطافچیان به قتل رسیده است، اما یک خبر پخش شد که وی پس از پرداخت پول آزاد گردیده و در یکی از شفاخانه‌های خصوصی در کابل بستری شده و اختطافچیان به او تجاوز گروهی کرده است. مجده جمالزاده همیشه طرح پوششش مورد انتقاد و نقد شدید از علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. بانو جمالزاده همیشه لباسهای برهنه برتن کرده است و در پست تازهش در حالت حمام کردن ویدیوی کاملا برهنه خود را نشر کرده است که مورد نقد شدید از علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است و در کامنت ها برایش بیان کردن که برای یک دختر افغان این چنین وضعیت هرگز زیب نمی دهد. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در این باره با ما شریک سازید. تا ویدیوهای بعدی، الله مددگار.